سجاد دلفروز هستم، نقش نیما رو بازی میکنم. وقتی که این نقش به من داده شد، من یک سنگینی خاصی احساس میکردم روی شونم. فکر میکردم باید یک مسیجی دارم، باید اینو به کسانی که در اون ور آبا هستن نشون بدم، که وقتی ما میشنیم در اخبارها اینکه 300 نفر در روی قایق غرق شدن، این 300 نفر نیست، این 300 نفر نیماست، این 300 نفر ساراست. من باید به اونا نشون میدادم که درسته، حالا شاید این کار یک کار غیرقانونیه، یک کار اشتباه 100%، ولی خب بازم اینا اشخاصی هستن که زندگیهایی داشتن، آرزوهایی داشتن. اگه بخوام به عنوان ایرانی این قسمت‌های از این داستان رو رب بدم به ذهن شخصی، فکر می‌کنم اون کل داستانه که میتونم رب بدم به ذهن شخصی، به خاطر اینکه من دوستانی داشتم، آشنایانی داشتم که این داستان رو کاملا زندگی کردن و متاسفانه خیلیشون بین ما نیستن الان. و هر لحظه از این فیلم که داشت فیلمبرداری میشد، من این تصاویر توی ذهنم میومد، این کسانی که از دست دادم و یا کسانی که تو اخبار میبینم حتی، و خیلی ناراحت کننده بود. فکر کنم بخاطر این نقش رو بتونم بازی کنم، دو قسمت داشت. یه قسمت این که من اون اخبارا رو نگاه میکردم، اون داستانی که واسه آدم واقعی داشت اتفاق میافتاد، و قسمتی که از من که دوستان و آشنایی داشتم که دیگه ازشون خبر ندارم. و هر صحنه از این فیلم که داشت فیلم برداری میشد، این تصاویر توی ذهن من بود و هیچوقت منو ترک نکرد. و یک ماه من کاملا نیما بودم و متاسفانه خب این اشخاص کمک کردن که من این نقش رو بازی کنم. اینجوری که شخصیت ها نمایش داده شد، متاسفانه اینو باید بگم که خیلی واقعی بود. به خصوص کارگردان یه روش فوق العاده زیبایی داشت که یه کاری کرد که این بازیگرا این نقش رو زندگی کنن تا اینکه بازی کنن. من یادم میاد ما سوار یک کامیون شدیم توی گرمای حالا 42 درجه، سوار یه قایق شدیم و قشنگ اینو حس میکردیم، داشتیم زندگی میکردیم با این. باید بگم حالا متاسفانه یک واقعیته، چون من همون در اون دوران فیلم برداری همیشه این داستانهایی که خونده بودم یا این اخبارهایی که میدیدم قبل از این فیلم برداری، همیشه تو ذهنم هی برمیگشت، این شخصیت رو دوباره هی برمیگشت، هی میدیدم دوباره دونه دونه اینو یک تصویر پرسر هم از جلو چشم رد میشد. و فکر میکنم خب همونجور گفتم متاسفانه واقعی بود، ولی خوشبختانه واسه یک فیلم کار خیلی زیبایی بود. بهش جاییه که خانواده آدم باشه، کسانی که دوستشون دارن باشه. و فکر کنید قبل از اینکه این مسیر رو شروع کنید و کسانی که دوستشون دارید و با خودتون ببرید توی این مسیر، خطرات این مسیر و عواقب این مسیر.